زمانی رسیده است که صاحبکاران همراه اختراعکاران کشور همکاری سودمند را براه مانند، زیرا اختراعاتی که جوانان امروز می آفرند به سطح جهانی نیز جوابگو است. تأکید نمود معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی در سمینار مشورت که برای مستحکم نمودن همکاری صاحبکاران و اختراعکاران بخشیده شد. زیرا 250 اختراعاتی که در حدود جمهوری تاجیکستان سال روان به قید گرفته شده است، مقام بین المللی را دارد و آن را کشورهای خارجی اعتراف کرده است. اختراعات هیچ بودن در امکان میباشد. بود تقاضا نموید که هر چهار هدف استراتژی ملی تاجیکستان به رشد علم و تکنیک ملی برداشتن نیروی ذهنی مملکت به دست آوردن مشکل است. امنیت آذوقه‌آوری یعنی طلب می نماید که ما وابسته به ذخیره های برقرار شونده ساحه کشاورزی مملکت، اختراعات در ساحه اگروتکنولوژی، اختراعات در ساحه تخم پروری، اختراعات و کاربردن کاربرد علمی تصفاتی در ساحه میخانیکونومی ساحه کشاورزی. در ولایت سوخت صبح امروز سنه 20 اکتبر سمینار مشورت برگزار گردید که هدفش براه ماندن همکاری بین صاحبکاران و اختراعکاران است. بنا به تحلیل های مسئولین ریاست سنجش دولتی اختراعات و نمونه های صنعتی مرکز ملی پتنت و اطلاعاتی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، حالا در کشور بیش از 2000 اختراعات را اختراعکاران فعال مورد استفاده قرار دادند که 250 عدد آن پتنت بین المللی دارد و استفاده آن در کشورهای خارجی براه مانده شده است. عادتا اختراعات هایی که دقت جهانی را به خود جلب می نمایند این با داروسازی رابطه دارند. چورابینی امروزا پیوست اختراعات به استحصالات می باشد که مقصد اساسی این اجرای دستور سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد که در اولین چورابینی شورای علم معارف و اینوواسیا به واسطه با مرکز ملی پتنت و اطلاعات داده بودند و وابسته پیوست علم اختراعات با استحصالات. حیات رحیموف چند سال می شود که دست به اختراعات زده است. تا امروز 4 نمودی تجهیزات صنعتی و کارکردی را ساخته است. از آن یک نمودی اختراعاتش در یکی از کارخانه های صنعتی ولایت سوخت به استفاده داده است. از 4 شماره یک عدد اختراعاتش پتنت بین المللی را صاحب شده است. کارکرد کنسنترات سولفید سرمدار را اختراعاتش اجرا می کند. اختراعات ما اصول های معاصری استحصال متال های رنگ، متال های رنگی قلمروی جمهوری تاجیکستان از معدن ها و کنسنترات های سلفیدی با استفاده از ریاگنت های داخلی واردات عوض کننده. یعنی که از طرف ما کارکرد تکنولوژی نوی استحصال متال های رنگ با مانند سرمه و سیماب، میس، روح، قلگی اختراع کردیم و قسمان در استحصالات وطنی تطبیق خود را یافته است. همه اختراعات ما طرز کارکرد کنسنترات سلفیدی سرمدار، یکم اختراع، دوم اختراع طرز کارکرد کنسنترات سلفیدی میستور، سوم اختراع طرز کارکرد کنسنترات سلفیدی سربدار. من این اختراع خود را بعد از ختم دانشگاه در فدراسیون روسیه در آزمایشگاه دانشگاه علمی تحقیقات شهر مسکو با نام میسیسکی معروف است در دوام 3 سال کارکار کردیم و برابری استودم اختراع نمودیم. حیات رحیموف اختراعکاری جوان نیت دارد که به استحصال سرمه آغاز کند. برای این کار وی تجهیزاتی را اختراع نموده است که برای استحصال سرمه مساعدت می نماید. زیرا تاجیکستان داروی بایگری زیاد از جمله سرمه است می گوید حیات رحیموف. در آینده نزدیک نیت داریم که استحصال سرمه وطنی که جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی کشوری می باشد که داروی ذخیره بزرگ کندنی فایدنوک و مانند سرمه که یعنی که در جهان جای سیوم و در بین دولت های مشترک المنافع دایر به ذخیره سرمه در جای یکم قرار دارد، ولی این ذخیره تا به امروز به حد نهایی کارکر نگردیده شده و همزمان شما شاهد آن هستید که پیشوای مظلوم ملت در تمام سازمان های بانفوذ و دیگر چوربین های بین المللی دایر به ذخیره های ما که ما مثلا در منطقه آسیای مرکزی کشوری می باشیم دارای ذخیره بزرگ معدن های متال های رنگ هستیم.
ما مقصد ما در این چهاربینی اشتراک در آن است که بگذار صاحبکاران وطنی اختراعات ما را بینند، معقول کنند و ما تیار هستیم که در استحصالات وطنی اختراعات خود داخلی را استفاده نماییم. تحلیل های متخصصان مرکز ملی پتنت و اطلاعاتی وزارت رشد اقتصاد و صنعت جمهوری تاجیکستان نشان می دهد که بیشتر اختراعکاران را شخصان کلانسال یعنی از 35 سال بالا تشکیل می دهد. همگی 41% اختراعکاران را جوانان تاجیکستان تشکیل می دهند و خلاص. شماره فعالترین اختراعکاران کشور 500 نفر است که پیوسته اختراعات جالب را پیشنهاد می نمایند. گزارش مفنوش کروانیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.